29 نوامبر از سوی سازمان ملل متحد روز جهانی کودک نامگذاری شده است، اما بسیاری از کودکان بر اثر آنچه که این روزها بزرگترها در دنیا به وجود آوردند حال و روز خوشی ندارند. تدروس آدهانوم میگوید 45 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر جهان، یعنی از هر 15 نفر یک نفر، به طور خطرناکی لاغر بوده و از کاهش شدید وزن رنج میبرند. سیزده وکیل بین المللی و منطقه‌ای با امضای نامه‌ای به بیش از 100 شرکت حقوقی برجسته در ایالات متحده از این نهادهای حقوقی خواستند تا در مورد گسترش اسلام، هراسی و نفرت از اعراب و مسلمانان تحقیق کنند. در این نامه که توسط انجمن وکلای مسلمان آمریکایی، انجمن ملی وکلای مسلمان و سایر گروه‌ها امضا شده، آمده است که برخی از شرکت‌های حقوقی صدها هزار دلار برای حمایت از اسرائیل جمع‌آوری کردند، اما برای کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان پولی جمع‌آوری نکردند. گویا جان اسرائیلی‌ها و یهودیان مهم است، اما زندگی فلسطینیان و مسلمانان مهم نیست. اداره اماکن متبرکه و زیارتی وابسته به سازمان اوقاف شیعیان در عراق امروز از آغاز طرح توسعه حرم حضرت قاسم پسر امام کاظم علیه السلام در استان بابل عراق خبر داد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، قرار است امکانات خدماتی، بهداشتی و رفاهی جهت خدمت رسانی بهتر به زوار در این حرم مطهر توسعه یابد. همچنین قرار است حیات جدیدی به مساحت 4000 متر مربع از ضلع شرقی حرم مطهر به این حرم اضافه شود. جان آچگزی، وزیر اطلاع رسانی دولت موقت پاکستان، با ادعای این که شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان مخفیگاه دارد، هشدار داد اگر فعالیت این جنگجویان از خاک افغانستان متوقف نشود، به مخفیگاه تروریست ها می رویم و به آنها درس عبرت می دهیم. به افزود هیئت حاکمه افغانستان به جای جلوگیری از وقوع حملات از خاک خود توسط جنگجویان TTP، به آنها مخفیگاه و تسلیحات پیشرفته می دهد. دولت پاکستان انوار طالبان افغانستان را متهم به پناه دادن TTP در خاک افغانستان متهم کرده و مدعی است که تحریک طالبان پاکستان حملاتش را از افغانستان تحریزی می کند. این در حالی است که هیئت حاکمه افغانستان همواره این اتهامات را رد کرده است. نقیب الله صافی، رئیس اجرایی اتاق مشترک بازرگانی افغانستان پاکستان، اعلام کرد با وجود وعده مقامات اسلام آباد تا کنون هیچ کانتینری از کراچی ترخیص نشده است و 3000 کانتینر تاجران افغانستانی در این بندر همچنان توقیف شده باقی مانده است. این کالاها شامل شیرینجات، کفش، لباس و پوشاک، ماشین‌آلات مکانیکی و الکتریکی، پتو و لوازم خانگی است. به گفته مقامات اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و پاکستان، در بخش تجارت ترانزیتی مالیات وجود ندارد، اما اسلام آباد 10% مالیات بر این کالاهای تاجران افغانستانی وضع کرده است. بندر کراچی نزدیکترین مسیر برای بازرگانان افغان است، اما کابل هموار اسلام آباد را متهم می کرده که از این بندر برای فشارهای سیاسی استفاده می کند. احزاب هندو در انتخابات ایالتی راجستان با رویکردی علیه مسلمانان، گفتمان ضد اسلامی و نفرت پراکنی علیه مسلمانان این ایالت را دنبال می کنند. رهبران حزب بهاراتیا جاناتا BJP و هندوتوها در جریان تبلیغات برای انتخابات مجلس ایالتی در راجستان که قرار است در 25 نوامبر برگزار شود، سخنرانی های نفرت انگیزی را علیه مسلمانان انجام می دهند و هیچ گونه اقدامی هم در جهت برخورد با آنها انجام نمی شود. در طول سخنرانی های انتخاباتی که انجام می شود، حامیان BJP و هندوتوها آشکارا جامعه مسلمانان را هدف قرار داده و سیاست تفرق افکنانه خود را تبلیغ می کنند.
نمایشگاه نمایندگی های توسعه مسلمانان هند و صنعت حلال در مرکز تجارت جهانی شهر بمبئی برگزار شد. این در حالی است که بدون شک فرهنگ کارآفرینی و استارتاپ ها در میان اقلیت های هند افزایش یافته است. در میان مسلمانان گسترش حمایت از این اکوسیستم و ترویج فرهنگ استارتاپی پیش قدم شدند. اخیراً در نمایشگاه انحصاری و نمایندگی های توسعه مسلمانان سراسر هند که در مرکز تجارت جهانی بمبئی برگزار شد، استارتاپ ها و برندهای از صنایع مختلف در این نمایشگاه در سراسر هند شرکت کردند. این نمایشگاه شاهد حضور برندهای مختلف از صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، فناوری، سبک زندگی، املاک و صنعت حلال بود.